سلام دارم به شما آقای سهراب احمری، سرمقاله نویس روزنامه وال استریت جورنال در لندن. سلام آقای فرهادی عزیز و سلام به بیننده ها. آقای احمری، میدونیم که در صحنه سیاست داخلی آمریکا مبارزات انتخاباتی در داخل دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بسیار پرتب و تاب شده و کاندیداها میکوشند تا با کسب پیروزی در انتخابات مقدماتی نامزدی حزب خودشون رو برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا کسب کنند. در این میان در حزب جمهوری خواه آقای دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی با 3 پیروزی پی در پی در 3 ایالت آمریکا در موقعیت خوبی قرار گرفته برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه. وضعیت ترامپ رو با توجه به اینکه بسیاری معتقدند که او شایسته رهبری نیست و حتی بعضی ها او را فردی افراطی میدونند که ممکنه آمریکا رو وارد یک جنگ دیگر بکنه اگر به کاخ سفید برسه، چگونه ارزیابی میکنید و آیا رقبای ترامپ میتونن او رو متوقف بکنن در این مرحله؟ والا به نظر من تقریبا دیگه تموم شد، یعنی به نظر من نمیتونم روش درصد بذارم، ولی به احتمال زیاد آقای ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات 2016، انتخابات رئیس جمهوری خواهد بود و این به نظر من یک فاجعه بزرگیه برای جنبش محافظه‌کار و حتی برای خود من از لحاظ شخصی. از وقتی که به صورت جدی در مورد سیاست فکر کردم، خودم به عنوان یک نویسنده یا خبرنگار محافظه‌کار دیدم، ولی برای من محافظه‌کاری و برای خیلی از کسایی که در این جنبش هستن محافظه‌کار بودن خیلی متفاوته به چیزی که آقای ترامپ هست. حالا میتونیم وارد بشیم بحث در واقع فلسفی شو، ولی چیزی که مهمه اینه که اولا یه آدمی که یه حالت عوام فریبی داره، فوش میده، یعنی اصلا تربیت و اخلاقی که آدم از رهبر جنبش محافظه‌کار آمریکایی میخواد یا حزب جمهوری خواه میخواد اصلا نداره. حتی مثلا این که حالا بخواد جنگ شروع بکنه، اینا نه، برای که از لحاظ ایدئولوژیکی حالا هنوز معلوم نیست دقیقا کجا میخواد بره. البته نشانه هایی که داده به نظر من این نیستش که میخواد بره به طرف جنگ. چیزی که در مورد آقای ترامپ نگرانی به من میده اتفاقا اینه که میخواد در واقع آمریکا رو، رول رهبری، نقش رهبری که آمریکا بازی کرده در 70 سال گذشته از جنگ جهانی دوم به بعد رو در واقع خیلی محدود بکنه. از خیلی لحاظ ادامه آقای اوباماست، فقط از لحاظ روابط خارجه به علاوه این عوام فریبیش. دیروز مثلا اشاره کرد که قوانین افترا رو میخواد عوض بکنه، که اگر مثلا منقدینش در رسانه ها حرفایی بزنن که خوشش نیاد بتونه ببرتشون دادگاه. خب این خیلی مثل اردوان مثلا فکرشو بکنه، مثل رسپ تیپ اردوان یا برلوسکونی یا مارین لپن. چیز دیکتاتوری هم داره، یه رگ دیکتاتوری هم داره. اتفاقا دیروز بود مثل اینکه سناتور روبیو که از ایالت فلوریدا هستش در یک مصاحبه تلویزیونی در آمریکا گفته که یک متقلب و فریبکار، یک کانارتیست در آستانه رهبری حزب جمهوری خواه و جنبش محافظه‌کاری آمریکا قرار گرفته و ما باید اون رو متوقف بکنیم. با توجه به صحبتهایی که شما کردین در مورد اینکه آدم فحاشی هستش، آدم بددهنیه و خیلی خب خوششون نمیاد از ترامپ، از رفتارش به عنوان یک رهبر، چگونه هستش که در ایالت نوادا دیدیم آقای ترامپ 45.9% آرا رو کسب کرد و تقریبا در هر گروه
تونست برنده بشه در میان هر گروه. مثلا فرض کنید در میان مکزیکی تباران، هیسپانیک ها اول شد، در میان کسانی که تحصیل کرده هستند، در میان جوانان، در میان سالمندان. این خودش یک نشانه اینه که یک حالت مقبولیتی داره در میان جوامع مختلف در آمریکا. آقای احمد اینطور نیست؟ نه، این سوالی که پرسیدید واقعا یه سوال فلسفیه و به نظر من در دهه های آینده اگر ایشون بشه کاندید امسال، یعنی نامزد جمهوری خواه و خدایی نکرده بشه رئیس جمهور ایالات متحده، واسه دهه ها در واقع فیلسوف ها و تاریخدان ها در مورد این کتاب خونه کتاب می نویسن. ولی درست میگه، البته باید بگم در نوادا مثلا خودشم خیلی پوز میداد که 45% یا 50% از هیسپانیک ها یا مکسیکی تبار بهش رای دادن، درسته، ولی تعداد رای دهنده های مکسیکی یا هیسپانیک در اون ایالت مثلا 100 نفر بود کل، صد از اون 100 نفر درسته نصفشون گرفت، ولی فقط 100 نفر به حزب جمهوری خواه اصلا رای دادن. ولی نه، درست میگیم، به نظر من اول که ایشون اومد از صحنه در واقع طرفدارانش اکثریت در واقع کارگرهای سفید پوست که تحصیلات بیشتر از دبیرستان ندارند و اون هنوزم اون گروهه که واقعا پشت جنبش ترامپ هستش، ولی حالا داره کم کم به گروه های دیگه هم میرسه و موفقیت در انواع اقسام گروه ها به دست آورده. جالبه که میگه که من عاشق اون گروهی هستم که زیاد تحصیلات بالایی ندارم. آره، ولی اینجوری نه، گفت من عاشق بی سواد هستم. بی سواد بله درست. نه دیگه، ولی به نظر من دو سه تا دلایل پشتشه. یکیش دلایل طولانی مدت اقتصادیه که این ایالات متحده مثل خیلی کشورهای دیگه نوع اقتصاد عوض شده، یعنی اقتصاد صنعتی به اون صورت نیست دیگه، به خاطر اینکه خب خیلی جای دیگه مثلا تو چین ارزونتر اگه تو میخوای صنعت سنگین وارد بشی، در چه خیلی شغل ها دیگه نیستن تو این شهرهایی که یه موقعی بود از صنعت سنگین در واقع استفاده میکردن و تعداد زیادی دارن کار میکردن. این یه مشکل طولانی مدت و خب یه تعدادی کسایی داره که واقعا بیکارن. یکی دیگهش به نظر من در واقع تا یه حدی تقصیر آقای اوباما هست، برای اینکه برای 7 سال آقای اوباما شدیداً امریکا رو به یک طرف چپی بردن، از همین توافق هسته‌ای با ایران تا ازدواج بین همجنسگرایان تا عوض کردن سیستم بیمه درمانی در این کشور، و هی موفقیت به دست آورد، موفقیت بدون اینکه سعی بکنه اصلا به طرف دیگه گوش بده، یعنی به جمهوری خواه ها با اینکه برای اکثریت طولان رئیس جمهوری آقای اوباما کنگره رو به دست داشتن، هیچ نتونستن در واقع سیاست های آقای اوباما رو شکل بدن و آقای اوباما به اون صورت نذاشت و باعث شد هی اینا در واقع طرفدارانشون برای جمهوری خواه رای بدن به کنگره، ولی هی میدیدن که آقای اوباما در نهایت پیروز در میومد از تمام این نبردهای سیاسی. اینم یه جوری ببخشید خل کرده اون طرف دیگر رو، میدینی موفقیت آقای اوباما اون طرف دیگر رو به یه حالت بحرانی رسونده. سومیش به نظر من رشد سیاست هویتی identity politics مخصوصا تی آقای اوباما به یه حدی رسیدن که رسیده کشور که بسیار مهمه که اگر میخوای در واقع دولت بهت کمک بکنه، اگر از در واقع هویت اقلیتی داشته باشی، سیاه باشی، هسپانیک باشی، همجنسگرا، نمیدونم ترانسجندر یا هر چی باشی، در واقع دولت
و رسانه ها هی گفتن اقلیت بودن مقدسه، یعنی در واقع هویت مهمترین چیزه، یه چیزی در دموکراسی لیبرال الان همه جا هستش در اروپا. خب یه تعدادی از آدم ها که در واقع هویت اقلیتی نداشتن، مثلا سفید پوستای تو این شهرهای کوچیک در وسط کشور، اونا میگن خب ما میخوایم در واقع از هویتمون هم بهش احترام بگیریم و هم در واقع سود ببریم، یعنی ما اگر اونای دیگه میتونن با اصرار در بر هویتشون از دولت احترام بگیرن و پوان بگیرن، ما میخوایم از هویت سفید. در واقع این خیلی غم انگیزه، برای اینکه کل ایده آمریکا اینه که مهم نیستش که هویتت چیه، فقط مهم اینه که سعی بکنی که تلاش بکنی و بخوای موفق بشی. و حزبای سیاسی هم ایدئال های اینجوری رو در واقع قرار بوده در جامعه جلو ببرن، نه اینکه سیاستی داشته باشیم که فقط شدیدن مثل حالت جنگ طبقاتی، جنگ گروه های نژادی. ولی به خاطر 7 سال گذشته به نظر من به اون جهت داریم میریم که کم کم حزب جمهوری خواه میشه حزب سفید پوستا، و اصلا سفید پوستایی هم تو گفتیم بیشتر حزب یعنی طبقه کارگر، و دموکرات ها میشه حزب اقلیات در واقع، درسته؟ بله اقلیات ها. و خب شاید این وسط احتیاج به یک حزب سوم هم باشه در آینده نزدیک، شاید شکلی حزب سوم باشیم که حالت بینابین رو بگیره. ولی آقای احمدی، معمولا در صحنه سیاست داخلی آمریکا من همیشه این رو به صورت یک پاندول ساعت میبینم که فرض کنید 8 سال در دست یک حزب باقی میمونه، کشور فرض کنید یک دست دموکرات هاست به طرف چپ میره، و بعد این خودش رو تنظیم میکنه با آمدن یک جمهوری خواه در کاخ سفید، این پاندول ساعت به طرف راست کشیده میشه، یعنی در واقع سیاست خودش رو تنظیم میکنه در آمریکا. اینطور شما الان این وضعیت رو اینطور نمیبینید که داره در شرف تنظیم شدن هستش، از اون حالت چپی که اوباما به وجود آورده یک کمی به طرف راست بیاد، و شاید ترامپ هم اگر انتخاب بشه شاید دیگه اون حالت اون صحبت های افراطی که الان میکنه اون موقع نکنه، اون موقع کمی فرض کنید به اصطلاح سر عقل بیاد، وقتی بره داخل اوال آفیس بشینه بهش بگن که واقعا وضعیت چیه، شاید طرز تفکرش کمی تغییر بکنه. اینطور نیست؟ آخه اصلا معلوم نیستش که این به طرف راست میبره، یعنی به نظر من آقای ترامپ محافظه کار به نوع کلاسیکش اصلا نیستش، این چیزی که همه میگن، ایشون بیشتر یه حالت پوپولیسته، عوامگرا. بله، مثلا در مسائل اقتصادی جنبش محافظه کار امریکا از 30-40 ساله که داره میگه که ما بازارهای آزاد میخوایم ببینیم که تجارت بین ملت ها بیشتر بشه، و امریکا در عرصه تجارت در واقع عقب نشینی نکنه. در مسائل تا یه حدی در واقع مثلا در مثلا مهاجرت امریکا باید یه کنار بیاد با مهاجرت، حالا شاید مثلا تعدادش رو کم بکنیم یا سیستم رو تعمیر بکنیم که این همه تعداد به صورت غیر قانونی نیان، ولی ایشون میگه نه، ضد تجارت آزاده، یعنی میگه من تجارت آزاد میخوام به شرط این که اگه مثلا کالاهای چینی زیادی ارزون باشه من مالیات 35% روش میذارم، در نتیجه کارگرهای خودمون و کالاهای خودمون رو پروتکت میکنم. این نوع فکر محافظه کار نیستش، این بیشتر همونطور که گفتین عوامگراییه. و در مورد مثلا دفاع ملی هم محافظه کار راست کلاسیک نیستش، مثلا دیدیم که در مورد وقتی که آقای پوتین تعریف کرد ازش، آقای پوتین گفت من ترامپ به نظر میاد مرد قوی جالبی هستش،
بهش گفتن قبول داری؟ آقای ترامپ گفت بله تو پوتین هم خیلی خوبه. بعد گفتن خب پوتین روزنامه نگارا رو تو کشور خودش میکشه. گفت خب امریکا هم خیلی کسا رو میکشه. یعنی این خیلی ناراحت کننده است، برای اینکه در واقع از لحاظ اخلاقی هیچ تفاوتی بین امریکا و روسیه نمیبینه. میدونین چی میگم؟ این یعنی مثلا آقای ریگان یا هر این رهبر محافظه کار گذشته اگر بهش میگفتن آیا آمریکا و روسیه رو در مثلا یک سطح میبینه از لحاظ اخلاقی، میگفتن البته نه، ما دموکراسی هستیم، ممکنه جامعهمون ایرادایی داره ولی اون روسیه نیستیم. بدونین چی میگم؟ این نمیبینه این تفاوت رو. به نظر من یه چیز جدیدی داره به وجود میاد، یعنی محافظه کار راست اونجوری که شما گفتین باید یه حزب دیگه ای شاید باشه اگر ایشون بیاد جلو، یه حزب جدیدی درست بکنه. اشاره کردین به اسم رونالد ریگن. من یادم زمانی که ریگن با کارتر در حال مبارزه انتخاباتی بود، اگه یادتون باشه مسئله بحران سفارت آمریکا در تهران گروگانگیری مطرح بود و اینکه آمریکا اعتبار ارزشش خیلی آمده بود پایین و ریگن میگفتش که از اگر من برم داخل کاخ سفید با تروریست ها معامله نمی کنم و یک واکنش سریع علیه تروریست ها انجام میدم. بعد دیدیم وقتی آقای ریگن رفت داخل کاخ سفید شد واقعا اون حرفایی که میزد و اجرا نکرد. با ایران آمد سر در ازای آزادی گروگان ها تو لبنان معامله کرد، براشون اسلحه فرستاد، ماجرای ایران کنترا رو شاهد بودیم و بعد هم دیدیم که قرارگاه تفنگداران دریایی آمریکا رو بمبگذاری کردن، 240 چند نفر کشته شدن. آقای ریگن هیچ واکنشی نشون نداد که مثلا بره حمله کنه و عاملان این حادثه رو فرض کنید به شاید مجازات برسونه. بنابراین وقتی میگم یه حرفایی میزنن قبل از ورود به کاخ سفید، وقتی میرن اون تو یه چهره دیگه رو به خودشون میگیرن. درسته تا یه حدی. البته من میگم ریگان جایی که در واقع حرفی که زد اجرا کرد در نبرد ایالات متحده با شوروی بود، یعنی با اینکه با آقای گورباچف بحث میکرد در این حال موشک نصب میکرد در اروپا، فشار میداد در مورد مسائل دگراندیشا در شوروی و سنخته تا یه به حدی رسیم که شوروی از بین رفت و اصلا دیگه وجود نداشت، نقشه محو شد. نقشه بنچه نه، من جدی میگم، همون کسی حرفی که سیاست ندارن میزنن. ایران متفاوت، برای اینکه اون موقع ایالات متحده ایران رو به عنوان تهدید درجه یک نمیدید. اون موقع مسئله جنگ سرد بسیار مهمتر بود. بله. امپراتوری اهریمنی بهش میگفت. بله بله. و اون موقع هم ایران در واقع ایران اسلامی یه چیز جدیدی بود. فکر کردم میشه مثلا خب امتحان بکنیم ببینیم اگه مثلا باب مکفارلن رو بفرستیم با یک کیک که شهر شکل کلید مثلا بفرستیمش تهران، شاید میشه با خمینی کنار اومد. در واقع به اون صورت تجربه ای نداشتن به جمهوری اسلامی اون موقع، آدم نمیتونه بگه خب آره بذار آزمایش بکنیم ببینیم شاید میشه باشون کنار اومد. ولی از لحاظ فلسفی ریگان همیشه خیلی در واقع، یعنی حتی موقعی که دموکرات بود، ریگان به عنوان دموکرات وارد سیاست شد بعدن شد جمهوری خواه، طی تمام مدت ضد کمونیسمش زیر سوال نبود. میدونی اینکه در نهایت کمونیسم یک سیستم توتالیتر همونطور که گفتین شیطانیه که باید در واقع از بین بره و دموکراسی لیبرال باید موفق باشه، هیچ وقت در مورد این چیزا شکی نبود. توی در موقع آقای ترامپ معلوم نیست، یعنی اصلا اون باورهایی که آدم انتظار داره از یک محافظه کار آمریکایی رو نداره، یعنی عجیبه. برگردیم به مبارزات انتخاباتی. شما معتقدید که دیگه آقای ترامپ غیر قابل توقفه و این ماشین انتخاباتیش، این جاگرناتش به جلو خواهد رفت و در به کنوانسیون میرسن و در کنوانسیون هم صاحب اون حد نصاب لازم میشه، بکنم باید 1237 1237 تا نماینده داشته باشه در اردوی خودش. میدونیم که روز سه‌شنبه پیش رو یک انتخابات مقدماتی است در 11 ایالت آمریکا اگر اشتباه نکنم، به سوپر تیوزه یا ابر سه‌شنبه معروفه. آیا فکر میکنید که
رقبای ترامپ در این ابر سه‌شنبه ناکام خواهند شد کاملا و از صحنه کنار خواهند رفت، یا اینکه ممکنه یکیشون، فرض کنید یکی از این سناتورها، سناتور کروز فرض کنید به نفع روبیو یا روبیو به نفع کروز کنار برن و شاید مثلا یکی از اینها بتونه به نحوی با ترامپ مقابله بکنه؟ من اونم یه مکافات دیگه یه همین که نیروهای غیر ترامپ یا ضد ترامپ متحد نیستن، این و خیلی وقته میدونیم، برای اینکه همه آقای بوش، آقای روبیو، آقای کروز، آقای کیسی، کریستی، همه فکر میکردن که ترامپ یه جور تب ملیه یا تب حزبیه که میره و بعد اون وقت مردم به عقل میرسن و یکی از اینا رو انتخاب میکنن، و دیدن نه، هی ترامپ رأیش رو بیشتر میکرد، هی اینا رأی بقیه رأی بین خودشون تقسیم میکردن، کافی نبود. و نه، فکر نمی کنم 100% از بین خواهند رفت آقای روبیو، یا کمپینش از بین خواهند رفت، برای اینکه همه این ایالت هایی که سه‌شنبه رأی میدن در واقع سیستمشون اینه که تقسیم میکنن دلیگت ها رو بین برنده های در واقع رأی گیری، در نتیجه ممکنه آقای مثلا روبیو یا آقای کروز بتونن یه تعدادی هی دلیگت جمع بکنن به حدی که آقای ترامپ نتونه حداقل نصف اون 1237 که لازمه رو به دست بیاره. ولی اگر ایالت های خودشون رو مثلا نبرن، آقای کروز نتونه تکساس رو ببره یا آقای روبیو نتونه فلوریدا رو ببره، واقعا مردم خب سوال میکنن که چرا دیگه ادامه میدی؟ یه مسئله آقای احمدی، این که این دوتا سناتور کوبای تبار هستن، فکر نمی کنید یه مقدار در محبوبیتشون تأثیر داشته و آمریکایی‌ها مثلا شاید حاضر نباشن یک کوبای تبار بره داخل کاخ سفید بشه؟ نه، این جفتش رو دیگه سناتور هستن، میدونین چی میگن، یعنی اتفاقا این غم‌انگیزترین چیز در مورد قدرت ترامپ و ایدئولوژی ترامپیزم اینه که حزب جمهوری خواه شدیداً پیشرفت کرده از لحاظ روابط با اقلیت‌ها. مثلا در ایالت ساوت کارولاینا حزب جمهوری خواه سناتور سیاه پوست داره، ساوت کارولاینا ایالتی که در ناف جنوب، یعنی در واقع جایی که در واقع دو قرن پیش بردهداری بوده، حالا شده سناتور جمهوری خواه، سناتور از راست، استاندار ساوت کارولاینا هندیه یا هندی تباره. هندی تباره، بله بله. و متاسفانه ترامپ ممکنه این پیشرفتها رو در واقع عقب ببره، برای اینکه ایشون دقیقا از اینجور مثال نژادی یه جورایی استفاده میکنه، یعنی من تو توییتر نگاه میکنم طرفدارانش، خودش به صورت علنا نمیکنه ولی به صورت کد مثلا میگه که اصلا معلوم نیست روبیو یا کروز اصلا از لحاظ قانون اساسی حق اینا داشته باشن که رئیس جمهور بشن. خب البته جفتشون شهروند طبیعیه، یعنی اینکه به صورت قانون اساسی بهشون اجازه رو میده که رئیس جمهور بشن، ولی یه جور شک براشون در موردشون ایجاد میکنه که به نظر من یه جور یه کدای نژادی توش هست و این میگم واقعا فاجعه است برای باشه. در مورد اوباما میگفتن که متولد آمریکا نیستش و آقای ترامپ اون موقع ها در وقتی آقای اوباما اول رئیس جمهور شده بود، آقای ترامپ در ارشد این در واقع سوال ایجاد کردن در مورد در واقع آمریکایی بودن آقای اوباما بود، درثر بود، یعنی میگفتش من مطمئن نیستم اوباما واقعا آمریکاییه. حالا این شده رهبر جمهوری خواه، یعنی خیلی خیلی فاجعه است. خب حالا فکر کنید که آقای ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه بشه، اینطور که شما در ابتدا فرمودید، اون ور در اون سو در حزب دموکرات خانم کلینتون و آقای سندرز هستن، اون مبارزه رو شما چگونه میبینید؟ فکر میکنید خانم کلینتون میتونه نامزدی حزبش رو کسب کنه با توجه به اینکه سندرز فرض کنید یه مقدار حالتی سوسیالیست داره و در آمریکا سوسیالیست هیچ وقت جایی نداشتن؟ بله، خب همه چیز داره سر میاد، امسال داره عوض میشه، یعنی
نمیدونم دیگه چی بگم، ولی نه فکر میکنم خانم کلینتون میبره. فقط اینی که انقدر براش سخت بوده نشون میده که چقدر کاندید ضعیفیه. یعنی اینکه خانم کلینتون 25 ساله که در صحنه سیاسی هستش، چون یه کسیه که حتی در چپ یک سابقه داره به عنوان کسی که در واقع شدیدن قدرت طلبه، و برای حزب دموکرات امروز که همونطور که شما اشاره کردید شدیدن داره میره به طرف چپ تندرو و سوسیالیسم، ایش خانم کلینتون همچین خیلی محبوب نیست. چرا؟ اینکه نزدیک به وال استریت، نزدیک به در واقع کمپانی های بزرگ همیشه بوده، و یه جور خود آقای کلینتون وقتی رئیس جمهور بود معروف بود برای یک نوع میانه روی. یعنی همونطور که آقای بلر در انگلستان حزب کارگر رو تبدیل کرد به یک حزب مدرنه که دیگه در واقع هدفش سوسیالیزم نیستش، همونطور آقای کلینتون هم یه جورایی حزب دموکرات رو از چپی که رفته بود دوران ویتنام آورد به یه حالت میانه روی حزب اعتدال، و ولی حالا همون در واقع پیشرفت هایی که بنظرم پیشرفت بودن در چپ، آقای کلینتون در واقع آورد به صحنه سیاسی در چپ آمریکا، حالا برای خانوم کلینتون این یه واقع مشکل ایجاد میکنن. چرا؟ که چون حزب دموکرات رفته به چپ. خب از دیدگاه سیاست خارجی مقداری هم صحبت بکنیم، در خاورمیانه خب میدونیم که مسائل متعددی همچنان مطرح، بحران سوریه هست، مبارزه با گروه تروریستی داعش، مناقشه بین عرب و اسرائیل، اسرائیل و فلسطینی ها. کدوم یکی از این کاندیداها فکر میکنید توانایی بهتری داشته باشن، توانایی بیشتری داشته باشن برای اینکه بتونن مسائل خاورمیانه رو حل و فصل بکنن و از اون حالت بحرانی منطقه خارج بشه، با توجه به اینکه یکی از این خبرنگاران محافظه‌کار آقای هرالدو، خبرنگار ارشد تلویزیون فاکس، دیدم دیروز گفته بود که ترامپ بهترین کسیه که میتونه توافق صلحی بین اسرائیل و همسایگانش برقرار بکنه. شما نظر شما چیه در زمینه سیاست خارجی و این کاندیداها؟ نه من یعنی میگم من با این خودم محافظه کارم در مورد مسئله خارجه کلینتون رو انتخاب میکردم، برای اینکه آقای ترامپ اصلا میگم اصلا شخصیت رئیس جمهوری رو نداره. یعنی اصلا آدم نمیتونه تصور کنه که این کس رو بهش بگن مثلا فرمانده کل نیروهای مسلح ایالات متحده و بهش کدهایی رو بدن که مثلا و کلیدهایی رو بدن که میتونه 2000 تا موشک هسته‌ای رو بفرسته دور بر دنیا. اصلا نمیتونه تصور بکنه. نه خانم کلینتون میگم از خوشم نمیاد ازش، از لحاظ مسائل داخلی اصلا مثل آقای اوباماست که به نظر من یه چیز بدیه، ولی از لحاظ مسائل خارجه حداقل آدم میتونه کره زمینه، میدونین چی میگم؟ یعنی تجربه داره تو این، در اتاقهای دیپلماسی بوده، در اتاقهای قدرت بوده. مثلا نمیتونه تصور کنه آقای ترامپ مثلا در مذاکرات با فلسطینی ها یا اسرائیلی ها، اصلا میگم غیر ممکنه. و فکر میکنم در نهایت خانم کلینتون کاندید خواهد شد، و اینکه با اینکه ضعیفه در نهایت یه سری ایالت های جنوب رو میتونه ببره، و با اینکه خیلی ضعیفه و با اینکه مثلا این مسئله ایمیلاش یه مشکلیه که داره که میگن که در موقعی که وزیر خارجه بود سال 2009 تا 2012 ایمیل خصوصی استفاده میکرد و اون ایمیل ها رو مثلا حتی دشمن های امریکا هم میتونن راحت بخونن، و همه این مسائلی که داره در نهایت به نظر من اکثریت امریکایی ها یه نفر مثل ترامپ رو در کاخ سفید نمیخوان. در نتیجه آقای ترامپ رئیس جمهور نخواهد شد، و در نتیجه این پیشبینی منه که در البته میخواستم توجهتون به این نکته جلب کنم، در سال
2000 بود، 2000 بعد، یعنی بعد از آقای کلینتون، انتخابات بین بله گور و جورج بوش پسر بود، تقریبا هیچ کدوم از ماها فکر نمی کردیم که گور مغلوب جورج دبلیو بوش بشه، چون جورج دبلیو بوش رو کاندیدای سنگین وزنی نمی دونستیم به همین مسائل، فرض بله کنید مشکلات، مثلا فرض کنید حتی تکلم داشت، کلمات اشتباه استفاده میکرد، اسامی رهبران دنیا رو نمیدونست، قراقاتی میگفت، ولی نهایتا دیدیم که گور مغلوب یک چنین آدمی شد. بنابراین این بدعتش گذاشته شده، سابقش وجود داره که ممکنه یک کاندیدای نه چندان قدر وارد کاخ سفید بشه در مقابل یک کاندیدای فرض کنیم بهتر. نه ولی جورج دبلیو بوش این مشکل رو داشت، مثلا سخنرانی خوب بلد نبود، همونطور گفتین اسمای رهبر بین‌المللی رو اشتباه می‌گرفت. ولی نه، ترامپ منفیاش یه چیزای دیگه ای هم. مثلا در نهایت اگه میخوای رئیس جمهور بشی امریکا، شدیداً به رأی زنان لازم داری. ایشون مثلا یه خبرنگار خانومی که از فاکس، خانوم میگن کلی، ازش یک سوال سخت پرسید، روز بعد ایشون گفتش که لابد مثلا پریودش بوده. میدونین چی یعنی؟ اصلا آدم و خب الان توی شاید مثلا توی سیاست بین این جمهوری خواه ها و در موقعی که خب بقیه ضعیف هستن شاید این بهش صدمه نزد، ولی وقتی که بشه مسابقه بین خانم کلینتون و خانم ترامپ، رسانه ها شدیدن میکوبن آقای ترامپ و میرن فرمای مالیاتش رو نگاه میکنن یا هر جور انواع اقسام چیزا پیدا میکنن، حرفایی که در مورد زنا زده، حرفایی که در مورد سیاه پوستا زده، حرفایی که در مورد، اینقدر توی رادیو میاد، توی تلویزیون میاد، روی اینترنت میاد، اینا میارن بیرون که به نظر من با اینکه خانم کلینتون خیلی محبوب نیست در نهایت میبره. یعنی اگر آقای ترامپ یک سال دیگه هم میتونیم شرط بندیم رئیس جمهور آمریکا بود، من واقعا کفش خودم رو میخورم. خب حالا باید صبر کنیم ببینیم به کجا میکشه. ولی یه سوال داشتم از دیدگاه جمهوری اسلامی، این دوتا کاندیدا کدومش بهتر خواهد بود برای اینکه جمهوری اسلامی زندگی راحت تری داشته باشه؟ رهبرانش، نه کشور، رهبرانش خیالشون راحت باشه که در مسند قدرت باقی میمونن و فرض کنید آمریکا براشون مشکلی به وجود نمیاره، با توجه به اینکه هر دوی اینا یک خصومت خاصی نسبت به رهبران جمهوری اسلامی و حکومت تهران دارن. به نظر من آقای ترامپ براشون بهتره، برای اینکه آقای ترامپ اصلا جدی نیست در مورد مسائل امور خارجه، به نظر من به اون صورت فکر نکرده خیلی. تا حدی هم که فکر کرده حالتش اینه که اصلا خاورمیانه مشکل خود مردم اون منطقه است، خدا حافظ، به ما چه، میدونین چی میگم. ولی خب راجع به توافق هسته‌ای گفت، این توافق مفتزهانه هستش و گفتش، ولی نگفتش که من، ولی گفتش خب امضا شده، میدونین چی میگم. خانم کلینتون موقعی که داخل در واقع کاخ سفید آقای اوباما بود و وزیر خارجه بود، اتفاقا صدای در واقع کسانی بود که میخواستن ایالات متحده سختگیرتر باشه با ایران و فشار بیشتری رو سوریه بذاره و در واقع دشمنان بشار اسد و سلاح‌های بهتر و بیشتری بهشون بده. خانم کلینتون از لحاظ مسائل امور خارجه نزدیک به شوهرشون هم به نظر من، شوهرشون این حالت چپی لیبرال آقای اوباما نیستن، هیچ وقت نبودن، ولی اون موقعی که آقای اوباما سر کار بود بعد یه مقدار باهاش کنار میمدن، برای اینکه آقای اوباما در نهایت فرمانده کل نیروی مسلح امریکا بودن و رئیس جمهور بودن. ولی وقتی آقای خانم کلینتون بیاد، به نظر من مثلا فشار بیشتری روی ایران و روسیه در سوریه خواهد گذاشت. به صورت تاریخی هم که بهش نگاه کنیم، همیشه دولت های ایران با دموکرات ها مشکلات بیشتری داشتن تا با جمهوری خواهان. در زمان شاه هم این مسئله شاهدش بودیم که
وقتی که فرض کنید نیکسون در کاخ سفید بود، شاه موقعیت بهتری داشت تا زمانی که فرض کنید کندی بود یا کارتر بعدش. ولی خب 7 سال اوباما همین بسیار سخت بوده برای جمهوری اسلامی، به هر صورت تحریم ها رو شدت بخشیدن. درسته، ولی در نهایت این توافق رو گرفتن، میدونی چی میگم، و اصلا پرونده بسته شد زیر آقای اوباما، دوران آقای اوباما. نمیدونم، یعنی میگم اگر به نظر میاد من خودم هم مطمئن نیستم، به خاطر اینکه در شکم واقعا در این که آقای ترامپ داره میشه یعنی یه شومن مطرب تلویزیونی، اونقدر اصلا پولدار نیستش، یک شارلاتان داره میشه رهبر جمهوری اسلامی محافظه کار امریکا. این اصلا چیز در تاریخ امریکا من نمیتونم یادم بیاری همچین چیز رو. خب باید صبر کنیم ببینیم تاریخ چگونه رقم خواهد خورد، آینده چگونه رقم خواهد خورد. ممنونم که نظراتتون رو با من در میان گذاشتین در مورد انتخابات آمریکا. امیدوارم در آینده باز هم بتونیم با شما هم کلام بشیم در مورد مسائل مختلف. خیلی ممنونم از شما آقای سهراب احمدی در لندن. خیلی ممنون.